بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهداة المهدیین الحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. قال سيدنا ومولانا ابو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قولوا لأوليائنا ومحبينا يهتمون في إقامة مصائبنا. گرچه عنوان در بیان مطالب نوعاً در موضوعات مختلفه، اما قصدمون اینه که حسب توفیق و حیات پیرامون وجود مقدس امام حسین علیه السلام، کربلای معلا و بحث این واقعه عظما در این ایام عرض ادب کنیم. اخلاقیات و بعض از امورات تاریخی در طول سال به تفصیل بیان میشه. حتی میبینیم به جمع از رفقای طلبه چند روز قبل عرض کردم که در ایام شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام هم ما گمان میکنیم که تعظیم میکنیم علویه رو، اما بیشتر احیا و قرائت قرآن و نماز و یه ذکر مصیبتی از امیر المؤمنین شب 19 و 21. و حال اینکه ماه رمضان رو باید اختصاص بدیم به فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا ایام محرم هم خوبه، میگیم ایام تبلیغیه و از جهات مختلف برای عالم تشیع مفید و مثمر ثمر. اما گاهی اوقات دانشجوی میاد خبر میاره 10 روز واعظ پیرامون غیبت و تهمت صحبت کرده، اما نه تربتی، نه کربلایی، نه اشکی، نه عزاداری. مجالس اهل بیت یکیش جواب دادن به شبهاتیست، نه مستقیم غیر مستقیم. اما بیریم در خیلی جا خبر میارن حتی معممین القای شبهه میکنند. همین چند شب قبل به من گفتن جای روزه و معممی پا شده بود، گفته بود کی میگه حضرت علی اصغر بوده، دیگه کار به اینجا رسیده. لذا میبینیم که پیرامون امام حسین علیه السلام کتب نوشته میشه، اما فلسفه ها را خود اشخاص بیان میکنند. بحث عزاداری از کجا شروع شده، کی بود، زمین کربلا سابقه چجور بود از زمان آدم ابوالبشر، عشق بر سید و شهدا علیه السلام و اهل بیت اساسش کجاست، خواصش چیه، فواید تبلیغی دینیش چیه، فواید جسمی و روحانیش چیه، مشکی چه کسی آورد، کی دستورشو داد، چه خواصی داره، بر همگان چه دستوراتی رسیده، نسبت به دین، نسبت به شعار تبلیغی شیعه چه خواصی داره. خود فرات که منتسب به سید و شهدا علیه السلامه، اصل رباییش، حالا بحث جغرافیاییش بحث دیگری، زائر زیارت، خواص زیارت، آداب زیارت، شرایط زیارت، که میبینیم فقط در باب زیارت فروعاتی دارد که میتونیم روایاتشو از فروعات صوم و صلات وسعتشو بیشتر ببینیم، از کثرت احادیثی داره. زائر جوان، زائر پیر، با پدرش، با مادرش، با بچه کوچک، کمردرد داشت، پادرد داشت،
پول قرض کرد، نصف پول قرض کرد، همه پول قرض کرد، تو راه مریض شد، دوز زد بهش، زندان رفت، هر کدام روایات کثیره پیرامون امام حسین علیه السلام. اصلا یه تاریخ مختصری میبینیم از برج ایفل بچه همون حتی تعداد پیچ مهرهی که به کار رفته شده، وزن آهنی که بهش به کار رفته شده با خبر. اما کربلای معلا چند بار خراب شده؟ کی خراب کرده؟ لازم نیست حال حتما بدونیم چقدر آجر و بنا، اما این خرابی و آبادی بحث اعتقادی داره، دشمن شناسی داره. عنوان بصیرت پیدا کردن به ساحت مقدس معصوم علیه السلام داره. من جمله از مطالبی که پیرامون ابا عبدالله علیه السلام باید گفته بشه خود عزاداریه. هیچ وسیله‌ای برای تبلیغ توحید و تفاسیر قرآن و دستورات خدا و پیغمبر و اهل بیت گیراتر، برندتر و مفیدتر و مؤثرتر از عزای سید الشهدا علیه السلام و برگزاری مجالس امام حسین علیه السلام نیست که اون عالم مسیحی، اون اسقف چند سال قبل میگه ما افسوس میخوریم اگر یه امام حسینی داشتیم مثل شیعه سلام الله علیه، پرچمش رو بر فراز گیتی برافراشته نگه می‌داشتیم، چون همه جا راه داره، همه جا کار میکنه و وادی امام حسین علیه السلام رو طبق روایات با عنوان مقدمه امروز عرض میکنم خداوند متعال عریض و طویل قرار داده و قیوداتش رو برداشته. نماز باید به سن تکلیف برسی، عزاداری تکلیف نمیخواد، به دنیا آمد یه مشکی تنش کنه بیار، کلاسش یه کلاسیه، مدرسهش یه مدرسهیه، سن تکلیف نمیخواد، احتیاج به تحقیق نداره سوء سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، نماز صبحش قضا شده بود یا نه، عمومی خدا آورده برای اینکه راه نجات فراهم کنه، مسن باشه یا جوان قیدی نداره، فقیر باشه یا غنی قیدی نداره، زمستان بیاد یا تابستان قیدی نداره، از آن گفته باشن یا نگفته باشن مقید نیست، نافله شب خونده باشی یا نه اصلا یه عمری چاقوکش بوده قیدی نداره، میخواد فقط جذبش کنه خدا. باب نماز بود بعد غسل کنه، وضو بگیره بیاد بره، روزه میخواد بگیره، یک ماه بیشتر نیست، اونم باید خدمت عرض شود که قبل از اون با حالت طهر وارد روزه بشه، خواب بند، خواب دوم و سوم، کفارات داره، مفصلات داره، یه ساعتهای مخصوصی قوار غلیظ به گلوش نره، با یه شرایط این عبادت میشه قبول میشه. حج اگر مستطیع بود میره، در عمرش یک بار، یه وقت منی هیچ وقت استطاعت نداره، اما دستگاه امام حسین علیه السلام کاری کرده خدا، همه مستطیعن. علما در لبنان مجلس گرفتن، مداح و شاعرشون یه جوان کراواتی ریش پروفسوری مسیحی، شعر سروده برای امام حسین ما سلام الله علیه، اومده تو مجلس میخونه، علما امامه به زمین گذاشتن، دستا رو سر دارن گریه میکنن، دستشو میگیرن، بعد باز گذاشته خدا، مجلس هم فرمود آزاده، فقط هی قیدار خدا برداشته در دستگاه امام حسین علیه السلام، میخواد رو پشت بوم مجلس بگیره، کج راست، رو به قبله، پشت به قبله، بحثی ندون، تو هواپیما مجلس بگیره، یه نفری تو ماشین داره میره بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، شعر به فارسی بخونه، به عربی بخونه، به ترکی بخونه، به اردو بگه، به انگلیسی بگه، مقید نیست مثل نماز فقط بگه عربیه، فارسیش قبول نیست، سوره حمد اگر بخونه، قیوداتو برداشته برای دستگیری کنه خدا. عنوان بحث ما سفینه نجاته، سفینه نجات همه این مطالبو داره و پیرامون لوازمش عرض ادب میکنیم. کشتی نجات دیگه راه رو باز گذاشته، دیدید کسی رو میخوان از آب نجات بدن؟ نمیگنی چند سالشه
کشتی نجات وقتی رفته تو آب، مال یه کشورم نیست، مرز عمومیه. ببینید اگر گناه نکرده از آب نجاتش بدی، کار بهش نداره. مسیحیه یا زرتشتی، اگه شیعه است نجاتش بدید، نه. زن یا مرد، نه. به میلیونره بچه از حتی جنازه‌ش از آب میگیرن کشتی نجات. مرده ها جنازه رو میارن میبرن به ساحل. وادی امام حسین علیه السلام رو خدا اینقدر وسیع گذاشتی که میگیم یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. ما اطلاعاتمون پیرامون این حضرت، خود ما شیعه ها کمتر از همه است. میبینیم گاهی اوقات غریبا میان خودی میشن، ما فقط افتادیم اون شبهه میندازه تو عزا، این به مشکی، این به سینه زنی، اون به گریه کردن، اون به علم، اون به کذا، اون به کذا. میگیم شد، اما پیرامون چه توضیحی. برای همین خداوند متعال 124,000 پیغمبر رو فرستاد، هر کدام به طریقی. نوح نبی علی نبی نوالی و علیه السلام چقدر کتک میخورد. امام صادق علیه السلام فرمد بیهوش میفتد، آب و خون از گوش و دماغش میمد، امتش میزدن، پا میشد نفرین کنه بعد نماز صبحش. جبرئیل میمد، میکائیل میمد، اسرافیل میمد، یا نبی الله شما پیغمبر خدایید. در گذری در تخصیل داد فرمود آلیه 200 سال صبر میکنم، چیزی هم نه. باز بعد 200 سال کت آخر کاری بعد اون سنوات 85 یا 72 تا آمدن به راه. 124,000 پیغمبر رو برای نجات خلائق. آخه بهشت 8 طبقه ساخته به اون وسعتش، اگر دیگه کسی هم نیاد باید انبار غلاتش کنن، خبری نیست. تا رسید به پیغمبر آخر زمان صلوات الله علیه و آله محمد و آل محمد. بیست و سه سال زحمت کشید، شکمبه شتر به سرش انداختن، خاکستر به سرش ریختن، خار مغیلان سر پاشت، ساحر گفتن، مجنون گفتن، در طائف عبا دور گردنش انداختن، پا به شانه پیغمبر گذاشتن که خفه کنن پیغمبر، یکی از اون ور میکشید یکی از اون گره زدن، سنگ به پیشانیش در احد زدن. 23 سال زحمت، باز آخر کاری میبینید 72 روز بعد قدیر ریختن در خونه دخترش. یعنی نگذاشتن یه سالم بگذره، یک سال نها. 72 روز بعد از قدیر که امیر المؤمنین علیه السلام با دست بست شمشیر پشت گردنش فرمود انسیتم یوم القدیر، همین چند وقت بود. انس ابن مالک گفت پیر شدم دیگه من یادم نمیاد چیزی. اینا همشون بودن. حضرت فرمود خدای برس و پیسی بید بده عمامه نتونه بپیشونش. گرفت ای برس عمامه رو بزرگتر میکرد، گوشاشو گرفت پیشونیشو دیگه که بپیشونه. اومد همه صورتش از خونه نگفت نفرین علی ابن ابی طالب بود اون روز. حالا عرضم اینه میبینیم چه شد در قدیر، در مسجد خیف، در منا، در عرفات، هی جبرئیل نازل شد یا رسول الله بگید ولایت رو بسایت. پیغمبر بلند بلند گریه کرد، محاسن خیس رو سینه میره، فرمود اینا پر منافقین لشکر جدید العهدن، من چطور ولایت رو بگم؟ تا در محل جعفه کراع القمیم دیگه تهدید کرد خدا، اگر بیان نکنی فا این لم تفعل و نگیف هما بلخته، رسالت دلعف کنار. اونجا خدا زمانت کرد والله یعصمک من الناس، خدا از شر منافقین حفظت میکنه، فرمود بمونید. باز قدیرم اون نفر اول که گفت بخن بخن یا ابن ابی طالب، اولین کسانی بودن که نکسو بیاد. امام صادق علیه السلام فرمود جلد 33-34 بحار فرمود اینا دور هم نشستن، یه سوسمار از بیابون رد میشد، همشون دور هم بودن، به دور و بر نگاه کرد، دو می دید کسی نیست، گفت اگر با او بیعت می کردیم بهتر از امیر المؤمن علی ابن ابی طالب. اونم تازه 124,000 پیغمبر زحمت زحمت زحمت، این نتیجه.
خدا از باب علی علیه السلام باب الحسین علیه السلام باز کرد. این باب رو دیگه مستجمع بشن. یکی میچسبه خب به نماز، دیگه میره تو روزه و جای دیگه میدی نداره، چشم سالم نیست، گوش سالم. یکی میچسبه به حمد سوره نماز، سقش رو زخم میکنه. یکی میره فقط به وضو گرفته، حمد سورهش اصلا نگاه میکنی که یه قرونی نمیارزه. یکی میرسه به طهارت و نجاست، فقط آب بکش از دین، هر کدام یکی. یکی فقط روزه مستحبی، یکی هم میبینه 27 سفر عمره، فقط عمره، با کربلا کاری نداره، به نماز جماعت و جمعه کاری نداره، با روزه کار نداره. هر کس به یک قسمت، خدا دید چه کنه، این باب رو باز کرد، این سفینه نجات رو باز کرد. روایت داریم بهش 8 در داره، بهتر از من میتونید. یه درش پر جمعیت ترین درهاست، به اندازه از اون در وارد میشن که از این 7 در به این اندازه وارد نمیشن. اسم اون در امام صادق علیه السلام فرمود باب الحسین سلام الله علیه. جماعت کثیر رو میاره خدا، بحث سفینه نجاته، قرار دستگیری بشه از عوالم. انبیاء و مرسلین رفتن، اممشون چه کنن؟ مسیحیت هم هست، یهود هم هست، زرتشتی هم هستن، نه یه عده که نبی نداشتند، لایی که کمونیست سوفستایی برحماییه، این جماعت چه کنن؟ خدا بعد از نبوت خاتم الانبیاء والمرسلین این باب رو باز گذاشته. میبینیم مسیحی ها روزه میگیرن برای حضرت عباس علیه السلام، بارها گفتم اما هم رفقا هم تهران هم اصفهان براشون منبر رفتیم، 10 شب منی روزه گرفتیم، میگه 10 شب هم روزه حضرت عباس بخونید سلام بده. صلیباشون هم لب تاخچاست، اما هر سال یکی دو تا 5 تا میان تو دستگاه سیدوش، با یه چایی که اونجا خورده میشه نمکگیر میشن میام. نه واعظی رفته، نه کتابی بردم، نه موعظه‌ای، نه رد تسلیسی، نه اثبات اسلام و تشیعی. عنوان سفینه تو نجاته. خدا یه جذبه و جذبه‌ای در امام حسین علیه السلام قرار داده، برای احدی در این عالم اینطور قرار نداده. میبینیم خود پیغمبر خدا برای آقا گریه کرده، انبیاء و مرسلین گریه کردن که در تاریخ عزاداری گفتیم. قبل از این که در کربلا دفن بشه هر پیغمبری آمده کربلا رو زیارت کرد، روایات. بعدش هم برش گریسته شده، به اندازه به امام حسین علیه السلام گریه شده، به احدی در این عالم خدا کسی گریه نکرد، برای خدا هم کسی اینقدر گریه نکرد، خدا که خب مظلوم تر از همه. به اندازه برای امام حسین علیه السلام کتاب نوشته شده، برای احدی اینقدر کتاب نوشته نشده در عالم. به اندازه برای سید الشهدا علیه السلام شعر گفته شده، نظم و نثر، برای احدی اینقدر بیان نشد. به اندازه برای امام حسین علیه السلام مردم نزورات دادن و نزد کردن، برای پیغمبر اینقدر نزد نکرد. به اندازه سر سفره امام حسین نشستن و اطعام دادن مردم، برای هیچ نبی و ولی این اطعام نداد. و به اندازه که به قبر این آقا به زیارت رفتن، به خانه خدا، اینقدر زوار کربلا از زوار کعبه بیشتره. آمار مال امام نیست، تا غربیا میبینی بعضی ازشون که یه شهر کوچک بدون نظر سیاسی و اقتصادی و نظامی بیشترین رفت آمد و زائر در دنیا داره کربلاست. و به اندازه‌ای که در طول سال و السنه مردم یا حسین گفته میشه سلام الله علیه، نسبت به هیچ کس، دایره وسیعه، قرار جذب بشه. اون رفیق واعظ من فرمود اون سال لندن در حسینیه که رفته بود از قم برای دهه، میگو یه پدر روحانی مبلغ بالای دلار آورد، گو این مال امام حسین شما سلام الله علیه. مسیحی، حالا اسقف یا کشیش بود، گو ما صندوق اعانت داریم در کلیسا، مردم کمک به کلیسا میکنن، در طول سالی چیزای نظر امام حسین شما میکنن سلام الله علیه، حاجتاشونو گرفتن، حالا مریض داشته گرفتاری، اینا رو ما جمع کردیم یه جا، مال مجلس امام حسین شماست، خرج کنید. داخل کلیسا
در مهد مسیحیت باز امام حسین ما کار میکنه، سلام الله علیه، حاکمه. سفینه نجات بس به چی میگن؟ بعد میبینیم نتیجه هاشو، گمان میکنیم. ما هم البته نوع گریه خواهیم گفت، ما این عزاداری نیست. فرمود صدای زجه آب رو بشنوید در روز عاشورا. حتی امام صادق علیه السلام فرمود رعد و برقی که در طول سال شما میشنوید لعنه بر قاتلین جدم امام حسین میکند. فرمود این جغد و نگید شومه صدا میکنه. فرمود این خراب نشین نبود؟ امام فرمود جاش رو بادگیرها و قصور بود. گفتن آه چطور شده؟ پس فرمود بعد از آن که عمه ها و خواهران ما رو خراب نشین کردن دیگه این حیوان پانک زاشته. فرمود شب تا به صبح این نالهشو نگید شومه، لعن بر قاتلین ابا عبدالله میکنه سلام الله. مادام عمرش، نه یک روز. بگیم ما یه وقت زیارت عاشورا میخونیم یه لعنه میکنیم، عاشورا میشه مشکی میپوشیم میایم تو عزا، یه ساعت دو ساعت مجلس بعدنش که رفت دیگه تمام شد. نه عمر دارن این کارو میکنم. دست گرفته بشه خب چه باب؟ اصلا عنوان هدایت به چیه؟ یا آقا رو خدا انتخاب کرده. شما میبینید روزه پیغمبر هم خونده میشه، امیر المؤمنین علیه السلام هم خونده میشه، باز میفرمد نمک مجلس بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، باز نام آقا برده میشه. همه خانواده خواستن ها، خدا خواسته، انبیا خواسته، همشون خواستن. خدا نورانیتی در وجود شریفش قرار داده، الشفاء فی تربته و استجابت الدعاء تحت قبته و الامامت فی ذریته. شفا در تربتش، استجابت دعا زیر گنبج، امامت در نسلش. بعضی روایات داره و ایام زیارتی که زائرینش میرن از عمرشون حساب نمیشه. 4 سفر، 20 سفر رفت کربلا، 25 روزی، 20-10 روزی به عمرش اضافه میشه. اون ایامی که میره و برمیگرده از عمرش حساب نمیشه. به ملائکه خدا میگه اضافه کنه، برای کسی دیگه اینو قرار نداده. خب لذا میبینیم حتی در عنوان دیگر هدایت، اگر سید الشهدا علیه السلام میخواست 40 منزل بره و تبلیغ کنه، حکومت نمیگذاشت، ملاعین بنی امیه نمیذاشتن. اما میبینیم با سر مطهرش باز این کارو کرد، با اسرا این کارو کرد. شهادت فکر کردن کار تمام شد، شروع شد. در هر جا علامت و نشانه گذاشت، مشهد و سقط، حلب، مشهد و رأس. در این مسیر البته بیشتر از 70 منزله، اما 40 منزل تقریبا اتراق کردم، به این نزول اجلال کردن، نگرشون داشتن زرا بچه رو، چون اونا خودشون از پا می افتادن، نه اینکه دل برای اینا سوزنده بودن. تاریخو ببینید، خودشون دیگه سربازا خسته می شدن، لذا این نگه داشتن. سفینه نجات ببینید تا شام در مجلس یزید سفرای چند کشور غیر اسلامی و غیر شیعی بازش مسلمان میشن، در جام زود میرسن، یه رکعت نماز نخونده زود به حقیقت میرسن، سرشون اونجا میزن میشه جز شهدا، پا میشه در جا اقرار به ولایت امیر المؤمنین امامت امام حسین علیه السلام. میگه دیشب دیدم در خواب حضرت عیسی علیه السلام رو، پیغمبر فرمود ایشون جز به بهشت پیغمبر خدا. فرمود با خودم گفتم من پیرو ایشونم حضرت عیسی، حالا فهمیدم چه خبر شده. اقرار به شهادت میکنه، به همونجا سرشو میزنم. یه روز روزه نگرفته وارد بهش شد. امام حسین علیه السلام تا میگیره حسابی هم تحویل میده، کاری میکند که یه وقت در سالیان سال شخص باید بدوبه بهش نمیرسه. میبینیم باز بعد تا زمان ما، بعدم مسئله تمام شدنی نیست. کربلا چند بار خراب شده؟ تا قریب به 17 بار خراب شده، با خاک یکسان کردن، گاو رها کردن روش، زمین شخم زده، سبزیجات کاشتن. متوکل چند بار متوکل فقط خراب کرد، اما باز میبینیم راه نجات و هدایت بازه. گنبد روز به روز نورانی تر، زبار روز به روز بیشتر،
نامش مؤسسات حیات روز به روز بیشتر. پس ما باید در این دنیا بریم و توسل پیدا کنیم و خودمون رو نزدیک کنیم و چنگ بزنیم به کشتی نجات و آنچه اسباب هدایته که طرقش زیاد عرض خواهیم کرد. این طرق چنگ زدن و رسیدن و متوسل شدن به کشتی نجات و ورود به سفینه نجات. اما امروز چون حقیقتا روز مصیبت داری روزش و بنی امیه امروز رو عید قرار دادند، بعضی از نواسب هنوز در شام روز اول سفر رو عید میگیرند. یزید اعلام کرد روز اول سفر بعد روز عید باشه، فرحا لقتل الحسین علیه السلام. نه، ورود زن و بچه است به شام و سرهای مطهر. به قول شاعر عرب، قم جدد الحزن فی العشرین من سفر. در بحث اربعین میگه تجدید حزن کنید که سرها برگشته، اما در ورود به سفر رو سرها برگشته به کربلا، اما در ورود به سفر میگه پاشید باز تجدید حزن کنید که بی ادبی ها شده به سرها. رفقا، چند روز قبل در بین مردم شام حنای مجانی تقسیم کردند. تاریخ رو ببینید که مردم این زن و بچه رو میخوان بیارن حنا بندون کنن دستاشون. رؤسای قبیله ها رو جمع کردن، پارچه های رنگی دادن به سردر منازلشون و دکاکین آویزان کنن، لباس فاخر دادن، گفتن روز اول سفر روز عیده. اینا رو در محضر حضرت معصوم سلام الله علیها خجالت میکشید. شراب مجانی بین مردم امروز تقسیم کردن، سر گذرها و دراها و سراها مردم به عیش و نوش و رقصیدن مشغول بود، تبالها بزنن، امورات دیگر همینجور. نه، این جارچی خبر کرد، جارچی تو شهر داره از دیروز داد میزنه، هر منزلی که از رو پشت بامش سنگ و چوب و خاکستر بیشتری ریخته بشه مأمورین ما ثبت میکنن. معلوم نبود حالا گوش میکنن به حرف، بالاخره این شایعه رو انداختن مردم بیشتر، تاریخ هم ننوشته بعد چیزی به اینها دادن. مأمورین ما ثبت میکنن و جایزه بیشتری بهتون میدن، حالا ببینید چه جور کردن. اگر از امام زمان معذرت میخوام آقا، اگر کسی بتونه سر یکی از این اسرا رو بشکنه جایزه خاص داره. از زن و بچه نوه نتیجه پیغمبر این چور استقبال کرد. چه کردن با این جماعت؟ زین العابدین علیه السلام فرمود از صبح ما را حرکت دادن گرسنه و تشنه. اولا تو روز شاید یه لحظه، ببینید تاریخو، یه مقدار نان و آب میدادن، سه وعده از کجا نوشته ببینید، مدرک بیارید. بعد مفرمد از جاهای مختلف شهر ما رو چرخوندن، کار نداریم. در این چرخوندن 25 نفر آمدن به ولایت امیرالمؤمنین رو آوردند و حدود 7 نفر کشته شدن و شهید شدن. اینا خبردار می شدن. امام سجاد علیه السلام کیه؟ وی وای مردم در مسیر که قوغا بود تا 250 جوان مسیحی دست به شمشیر شدن. چون یه باردی که از شهرها شدن، یه پیرمردی گفت من این سر رو در کوفه چند سال قبل کنار ابوالحسن دیدم امیرالمؤمنین. این نوه پیغمبر مسلمان هاست. بزنید به کلیسا ناقوس ها رو به صدا در بیارید، الان بلا نازل میشه. این چه امتی؟ جوانها دست به شمشیر شدن که سرها رو بگیرن، با زن و بچه به مدینه برگرد. 250 جوان مسیحی کشته شد. امام سجاد دعاشون کرد، ام کلثوم دعا کرد، فرمود تو این راه کسی نبود از ما دفاع کنه. هدایت رو هدایت، نجات رو نجات. فرمود از صبح ما رو چرخوندند بردند. حالا محله یهودی نشین ها چه کردند که شما میدونید.
مفرمد پاها برهنه، هوا گرم، دیگه از در و دیوارم هر که هر چه داشت به ما نثار کرد. امام باقر علیه السلام مفرمد از ما نموند ما زن و بچه کسی سنگ نخورده باشه. من همین اندازه عرضم امروز اینه، بعد از آنی که وارد مجلس کردند و کنار سر چوب خیزرون آوردند در مقابل دارالعماره، خوب دقیق باشید، در مقابل دارالعماره، مفرمد رو پله های دارالعماره ما رو جلو به آفتاب نگه داشتند. روز اول سفر این عرض میکنه، امام سجاد علیه السلام مفرمد سر پدرم رو به یه چیز آویزان کرده بود. دیگه اون عرض نمی کنم، مدرک هم داره چند جا. مفرمد ما زن و بچه هم ایستاده بودیم خسته، گرسنه، تشنه، بعضی از بچه ها تا می مدن بشینن با تازیانه می مدن یا با کعبنهی به سرشون. مفرمد از عمه ها و خواهرانم بودن که گوشه پیشانی یا سر و مقنعه خونی بود، دیگه طریقشو عرض نمی کنم. مفرمد این سر مقابل ما بود، هوام گرم، سر می چرخید، باد یه مقدار حرکتش می داد، چشم پدرم باز بود، همه ما رو نگاه می کرد. اما همین که چشمش به عمه هم زینب می افتاد، امام سجاد مفرمد می دیدم چشمان پدرم بسته می شه. شاید خواهرم شرمندتم، خواهرم ببخشید، هر وقت خواستن زن و بچه منو کتک بزنن خودتو سپر انداختی. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه به صلوات.